حال و این بیماری خطرناک فکری و عقیدتی که جامعه شیعی رو امروز گرفته، بخصوص هیئتیای ما رو بیمار کرده، بخصوص جامعه مداح ما رو آلوده کرده که دانسته و ندانسته مجالس اهل بیت با آلودگی میکشن با خوندن اشعاری که اصطلاحات منحرفین از مدرسه آل پیغمبر هست، مثل خرابات و می و مستی و امثال این چرندیات. اینا باید از مجالس اهل بیت زدوده شود. اگر جلوشو نگیری، اون وقت فرهنگ انحرافی صوفیه و قلات سیطره پیدا میکنه. چند تا مجلس داری شما که بعد از اینکه مجلس تموم میشه هو میکشن، میگه هو علی ندید؟ این همه فقها داد میزنن میگن استعمال کلمه هو برای امیر المؤمنین غلو است، حرام است، استعمالش حرامه، زیر بار نمیره. خیال میکنه که این از آیت الله عظمای وحید بیشتر امیر المؤمنین میشنسه. این خیال میکنه این از سلمان و ابیذر بیشتر ولایت مدارتره. این انحرافات اگر زدود نشه از مجالس اهل بیت، دیگه امید اصلاح و تربیت و توبه تو مجالس اهل بیت به صفر خواهد رسید. شما میایین تو این مجلس، این جوونه رو میکشیش میارین تو این مجلس که بشینه پای کلمات پیغمبر و آل پیغمبر. اگه آدم آلودگی داره، به برکت شنیدن کلمات نور پیغمبر و آل پیغمبر هدایت بشه، توبه کنه، کار بدشه بذاره کنار، رو به خدا بره. اما اگه رفتی تو فرهنگ صوفی معابانه و صوفیگری، توبه از گناه معنا نداره. توبه یعنی چی؟ گناهی وجود نداره. وقتی بنا بشه خدا و مخلوق یکی باشه، عصیان معنا نداره. موسی و فرعون اگر یکی شد، دیگه معصیت معنا نداره، کفر و توحید معنا نداره، همش یکیه دیگه. نه توحید، نه تربیت، نه تقوا، نه توبه، نه اینا، تمامش از مجالس دینی بیرون میاد.